بامداد 30 تیر ماه 1361، همدان، پایگاه شکاری شهید نوژه. در پس آرامش شب اینجا نقشه عملیاتی طوفانی کشیده می شود، طوفانی که قرار است رویاهای چند ساله دشمن را در کمتر از 2 ساعت برباد دهد. ماموریت نفوذ به قلب بغداد. صدام تلاش می کند با میزبانی کنفرانس عدم تعهدها در بغداد اجماعی جهانی علیه ایران تشکیل دهد. تنها راه جلوگیری از این اقدام صدام در نامه 5 تیر ماه وزیر امور خارجه به رئیس جمهور یک عملیات نظامی است. 2 فروند فانتوم راهی ماموریتی حیاتی می شود در هوای گرگونیش. بعد از عبور از 3 حلقه آتش تیربار دشمن، پالایشگاه عدوره مورد هدف قرار می گیرد. آسمان امن صدام ناامن شده، کنفرانس لغو می شود. عباس دوران در این عملیات شهید می شود، اما فانتوم دوم با وجود آسیب شدیدی که دیده به آشیان باز می گردد. زد دعوای ما را زد، هم ترکش خوردیم، هم حواس و راغزورا با همه اونچه آخرم حواسم رو درستیم برگردونیم مثلا به پایگاه بشونه. حالا بعد از 39 سال تنها بازماندگان عملیات آن شب از رشادت‌های شهید دوران و محمود اسکندری می گویند، نامی که در این سال‌ها کمتر شنیده شده. کابین عقب ایشون بودم، چون جوری انتخاب شده بود که ما دوتا اصلا اگه کل سیستم ناوبری هواپیمامون از اون میگرفتن، هر جا میگفتیم میتونستیم بریم برگردیم. محمود اسکندری، از زبده‌ترین خلبانان جنگنده فانتوم و فرمانده عملیات بغداد، او در مهمترین عملیات های نیروی هوایی حضور داشته. پل خرمشهر هم که خرمشهر آزاد شد، ایشون با به ما رفت پلو بمبارون کرد. پدافند بسیار محکمی براش گذاشته بودن که کسی نتونه این پلو بزنه، چون بسیار حساس بود براشون. و این پلی که اسکندری زد باعث پیروزی عملیات بیت المقدس. امیر براتپور فرمانده محمود اسکندری در عملیات ایسه است. او از بازگشت فانتوم آسیپیده توسط اسکندری میگوید. صدام میخواست که هر طوری شده یهاما بر نگرده، جایی که محمود اسکندری جنگنده را تعمیر می کند و برخلاف پیشبینی دشمن از وسط عراق عبور می کند. ذکاوتی که داشت و تجربه‌ای که داشت، این مرتبه از روی بغداد عبور کرد و اومد درست وقتی که مرز عبور کرد، هواپیمای 707 ما روی هوا بود و بنزین گرفت و اومد در همدان نشست. پدافند توجه کنه، پدافند توجه کنه، هواپیمایی که وارد باید میشه هواپیمای خودی، پیش تیراندازی نکنه. بسیار شاهکارهای زیادی در جنگ انجام داد. روحش شاد و یادش گرامی باد.